گرامی داشت، از روز جهانی آزادی مطبوعات برای کشورهایی که کار رسانه‌ای در آنها با چالش‌های جدی امنیتی روبروست از اهمیت خاص برخوردار است. معمولاً در این روز به دستاوردها، چالش‌ها و مشکلات رسانه‌ها و خبرنگاران پرداخته می‌شود. در چند سال گذشته رسانه‌های افغانستان با تحمل مشکلات فراوان و چالش‌های جدی امنیتی در حال حرفه‌ای شدن هستند و حکومت هم اقدامات را در زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات انجام داده است. اما هنوز هم رسانه ها و خبرنگاران با چالش های جدی امنیتی و دسترسی نداشتن به اطلاعات روبرو هستند. در برنامه حاضر روی دستاوردها و چالش های موجود در بخش کار رسانه‌ای در حکومت وحدت ملی میپردازیم. مهمانان هم در بحث حاضر آقایان مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دیدبان حمایت از رسانه های آزاد یا نی، صدیق الله توحیدی مسئول بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران، دانش کروخیل عضو کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات و رئیس آژانس خبری پژواک، و سید جعفر راستین مشاور رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. بحث با شما آغاز میکنم. آقای خلوتگر، حداقل از عمر حکومت وحدت ملی نزدیک به 4 سال سپری میشه. در آغاز اگر نظر کوتاه در مورد دستاوردهای حکومت وحدت ملی در قسمت رسانه ها و در قسمت خبرنگار اگر داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به جناب آقای توحیدی، جناب آقای کروخیل، جناب آقای راستین، شما دوستانتان، همکاران و تمامی مخاطبین. حکومت وحدت ملی قطعا در راستای آزادی بیان کارهایی را انجام داده که میتونیم در کل در چند بخش ای کارهای از اینا رو تقسیم بکنیم. بخش اول ایجاد زیر ساخت ها و ساختارهایی که میتونه بر آزادی بیان و بر آزادی رسانه ها همیاری داشته باشه و کمک بکنه. از جمله توشیه قانون دسترسی به اطلاعات، ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، توشیه یا تصویب مقرره امنیت و مسئولیت خبرنگاران، توشیه مقرره طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی، و قطعا وقتی از ایجاد کمیته مشترک امنیت و مسئولیت صحبت میکنیم، این به سطح ولایت و در 34 واحد اداری کمیته ایجاد شده. در کنار از او ما شاهد بررسی قضایای خشونت علیه روزنامه‌نگاران از طرف حکومت و نهادهای مرتبط با حکومت برای اولین بار در 17 سال گذشته در حکومت وحدت ملی هستیم. اصدار 5 حکم یا فرمان از طرف حکومت، از طرف ریاست جمهوری در زمینه دسترسی به اطلاعات و همچنان در زمینه چگونگی بررسی قضایا یا موارد خشونت در بر علیه خبرنگاران از طرف نهادهای مرتبط، بررسی آنچه که مرتبط به رسانه ها هست از طرف نهاد یا کمیته بررسی خشونت علیه روزنامه‌نگار، خشونت علیه کمیته بررسی شکایت و تخلفات رسانه‌ای، این موارد به عنوان دستاوردهای کلان حکومت وحدت ملی حساب میشه. و در کنار از این ما در شرف تعدادی از کارهای هم هستیم که قرار است زیر چتر زمانی حکومت وحدت ملی انجام شود، از جمله ایجاد خانه های امن برای روزنامه‌نگاران، ایجاد صندوق وجهی حمایتی برای خبرنگاران و موارد بریز و کوچک دیگری هم هست. تشکر آقای توحیدی. موارد را که آقای خلوتگر به عنوان زیر ساخت ها و همو چارچوبای قانونی اشاره کردن، چقدر واقعا این دستاورد ها جنبه عملی داشته در حکومت وحدت ملی؟ به نام یاد خداوند، با عرض سلام خدمت شما جناب آقای خلوتگر، جناب آقای دانش و آقای راستین بیننده های محترم، و دقیقا آنچه را که جناب خلوتگر صاحب گفت، همه موارد گام های عملی برداشته شده. مثلا کمیته مشترک خبرنگاران و حکومت ایجاد شده و تقریبا بیش از 1 سال است که ماهوار به صورت مداوم جلسه میکنه. همین کمیته تانست که 2-3 کمیته فرعی دیگه ایجاد کنه، که مثلا مرکز حمایت در امنیت ملی افغانستان ایجاد شد، مرکز هماهنگی در وزارت امور داخله ایجاد شد، کمیسیون هم به خاطر بررسی قضایای خشونت ایجاد شد، که همین کمیسیون که از جانب فدراسیون و نهادهای رسانه‌ای
آقای خلوتگر و آقای بومی ها عضویت و کمیسیون را داشتن. بر اولین بار بیش از 700 دوسیه را بررسی کردن همراه با نمایندگان از لویساران والی، از وزارت امور داخله و از امنیت ملی. دوسیه ها و پرونده هایی که نیاز به پیگرد داشت همه از این بررسی شد و به مراجع مختلفش از طریق همی کمیته بررسی فرستاده شد. کمیته دیگه بررسی در خود وزارت امور داخله ایجاد شد که قضای خشونت تازه اتفاق میفته در کمیته بررسی میشه و دوسیه های گذشته پیگیری میکنن. همچنان این گام های عملی بود که مثلا در 34 ولایت کمیته مشترک ایجاد شد، هم از نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای، هم از حکومت به ریاست معاون والی و پیوسته اکثریت این کمیته های ولایتی جلسات داشتند در یک سال گذشته و احیانا اگر موارد جدی پیش می آمد بسیار به صورت جدی بررسی می شد. ارگان های زیربطی که در کمیته مشترک مرکزی که ریاستش آقای دانش بدوش داره عضویت داشتن، مانند امنیت ملی، مانند لویساران والی، مانند وزارت امور داخله و سایر ارگان‌های محل و سایر نهادهای که عضویت کمیته مشترک دارند، هر کدامش از طریق خودشان وارد عمل می‌شدند. با وجود این اقدامات عملی و هم ایجاد تصویب اسناد تقنینی که پیشتر آقای خلوتگر گفتن، دقیقا ما درگیر یک مشکل بسیار کلان ناامنی در افغانستان هستیم که به هیچ وجه به این معنی نیست که خشونت در برابر خبرنگاران کاهش یافته باشد یا مشکلات رسانه‌ای در افغانستان و چرخش آزاد معلومات در افغانستان کمتر شده باشد و سهولت‌های لازم آورده شده باشد. اما تشکر. در مورد حکومت... چالش‌هایش بعداً صحبت می‌کنم. می‌خوام آقای کروخیل، چون شما عضو کمیته دسترسی به اطلاعات هستین و پیشتر هم اشاره شد در مورد دستاوردها که ایجاد این کمیته، خودش یکی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی است، اما همواره سر و صداهای مبنی بر کمکاری حکومت در قسمت دادن اطلاعات هنوز پابرجاست. فکر میکنین چرا حکومت این قانون با وجودی که توشیح شده در نهادهای حکومتی عملی نمیسازه؟ من نظر هم تاسته تاسو درنو لیدونکو تا خلوتگر سپتا توحیدی سپتا و راستین سپتا سلامونه و احترامات وړاندې کوم. لکه خلوتگر سب سے ورته اشاره وکړه، خصوصا د اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې، یعنی لومړی ځل چې کله ولسمشر په اوله اونۍ کې دا قانون توشیح کړ، یعنی د حکومت سره هغه سیاسي اراده وجود درلوده، ځکه خو دا قانون چې تیر ولسمشر دا دوه درې کاله ځنډولی وو او د په اوله اونۍ کې دا توشیح کړ، دا د معنی یې درلوده چې دی سیاسي هغه اراده لري. اما په تیرو دریو کلونو کې چې دا کمیسون جوړ سو یا افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون لري، رښتیا هم په هغه شکل باندې چې د افغانستان خلکو اطلاعاتو ته لاسرسی درلوده، په هغه شکل باندې دا لاسرسۍ نه ده لاسته راغلی. د هغې څو وجوهات دي. یو علت یې دا و چې دا قانون نه وایو د افغانستان حکومت د دې لپاره هغه اړینه عامه پوهاوی چې باید ټول ادارې په دې وادار کړی وای چې کله چې قانون منځته راځي د هغې لپاره باید دوی عامه پوهاوی خپله رامنځته کړی وای. دوی باید خپلې ټولې دولتي ادارې مکلفې کړې وای چې د دغه قانون په چوکاټ کې دوی هغه د اطلاعاتو د رسولو هغه کومه مرجع چې په قانون کې ذکر شوی وو هغه ذکر کړی و، په دې کې دوی واقعا سهل انګاري وکړه. دوی په وخت باندې کاروخیل میگن کې اراده به خاطر تطبیق چنین موارد وجود داشته، در صورتی که اراده وجود داشت چنین آگاهی هم داده میشد. زم دغه برخه تر اعظم سه، یعنی دوی سیاسی اراده و خو په عمل کې کله چې دا شی باید دوی تطبیق کړی وای، لومړی باید دوی دغه ادارې جوړ کړی وای په ټولو دوه شپېتو دولتي ادارو کې. دغه ترڅنګ دوی باید عامه پوهاوی رامنځته کړی وای. د ټولو ترڅنګ دوی باید د اطلاعاتو ته د لاسرسي دغه د فرهنګ د ودې لپاره د دې لپاره خپل ځانګړې بودیجه او امکانات په کار اچولي وای. سه حکومت په دغه برخه کې په اصطلاح هغه لازمه پاملرنه او توجه ونه کړه. او آخري خبره چې زه راځم هغه دا اوسي، دا قانون چې کله د تطبیق مرحلې ته راغی له ځینو ستونزو سره مخ و. یعنی توحیدي صاحب په جریان کې ده
کله چې ولسمشر دا قانون توشیه کوه هلته دوه نظرونه وجود درلوده. یو نظر دا و د مونږ یوه ډله دوستانو غوښتل سي باید دا تعدیل سي او د تعدیل نه وروسته سي یو ښه قانون په ټولنه کې په اسلامینځ ته راشي تر څو د هغې له مخې مونږ که په نوی د دې قانون لرونکي کیږو نو یو داسې قانون وي چې هغه د مونږ هغه ستونزو ته رسیدګي وکړي. یو بل نظر دا و چې راځئ دا موجوده قانون سه د تیر ځل د ولسي جرګې نه پاسه وی و او بیا نه و ولسمشر توشیه کړی دا راځئ په یو دوه درېو کلونو کې وګورو چې دا څومره عملي ده نه ده. متاسفانه هغه یوه ستونزه چې وه په دوه تیرو درېو کلونو کې مونږ د دې قانون ډیری موارد داسې ولیدل چې هغه عملي نه و. هغه په دې معنا چې د دې قانون دغه اداري او اجرایوي واکونه د اطلاعات او کلتور وزارت سره و. په لومړي کال کې د اطلاعات او کلتور وزارت د دې لپاره ځانګړې بودیجه نه درلوده. په دا وروستیو دوو کلونو کې کله چې بودیجه پیدا کړه بیا لویه ستونزه دا وه چې دوی دغه بودیجه چې بیا د کمیسیون لپاره مصرف کړي متاسفانه دوی بیا په هغه وخت په هغه شکل مصرف نه کړه. نو رښتیا هم د اطلاعاتو په لاسرسي کې پیسلا په شکل سه باید د افغانستان خلکو اطلاعاتو لاسرسي درلوده و نو سو امازه بیا هم وایم چې د افغانستان په دوه شپېتو ادارو کې خصوصا که زه د درېو ادارو نومونه واخلم چې په هغه کې ادارې مور راځي د امنیت شورا راځي او دغه راز د خپله د ولسمشر دفتر راځي له دوی نه پرته دغه نورو ادارو یعنی نه 50 ادارو خپله مسؤوله مرجع ایجاد کړه یا که مسؤوله مرجع په هغه صحیح شکل نه ایجاد کړي دوی د مسؤولې د هغه مسؤوله مرجع د اطلاعاتو هغه مسؤولې خپله کمیسیون ته ور وپېژنده سي په هغه کې هم څه نیمګړتیاوې وي. اما خوشبختانه سي د رسنیو کم صنفي ټولنې سي دي خپله مطبوعات سي دي دغه موضوع یې ډېره جدي ونیوله. خوشبختانه سه ولسمشر د اطلاعات لاسرسي د تعدیل طرحه توشیه کړه. په نن سبا کې موږ امیدوار یو چې هغه به په رسمي جریده کې خپور سي او موږ تاسې به یو داسې قانون ولرو چې کېدای سي د افغانستان په نړیواله کچه د درجه بندۍ په برخه کې پورته ډېر پورته لړ. تشکر. وزارت اطلاعات فرهنگ ظاهرا کوتاهی کرده در قسمت عملی ساختن قانون دسترسی به اطلاعات و همچنان بودجه کافی را به خاطر ساختن این کمیسیون مصرف نکرده. فکر میکنید مشکل در کجا بوده؟ به نام خدا با عرض سلام بر شما و همراهان بحث جناب خلوتگر صاحب جناب استاد توحیدی و جناب کرخیل صاحب و همه بینندگان خوبی برنامه شما. اما قسمی که جناب خلوتگر صاحب یاد کردن که وزارت اطلاعات و فرهنگ حداقل در سالهای گذشته به خاطر هموار کردن بستر مساعد برای فعالیت آزادانه رسانه های مستقل در افغانستان حداقل از آدرس تدوین و توشیح نسخه های تقنینی دستاورد های بسیار خوب داشته. در یک سال گذشته ما قانون رسانه های همگانی افغانستان را بازنگری کرده، مقرره طرز تاسیس فعالیت رسانه های همگانی تجدید نظر شد، قانون حق دسترسی به اطلاعات اخیراً با همکاری کمیسیون محترم نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات و سایر نسخه های تقنینی مقرره ها و رهنمود هایی که در قسمت گردش آزاد اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات را به نحوی ضمانت میکنه و کمک میکنه که رسانه های آزاد و مستقل در افغانستان فعالیت چشمگیر و خوب داشته باشند و مردم افغانستان به حقوق اساسیشون از جمله یک از حقوق اساسی دسترسی به معلومات و اطلاعات است، دسترسی ساده به اطلاعات و معلومات. در این زمینه ما توافقات بسیار خوب داشتیم. در قسمت مشخصا تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، البته در مورد نسخه قبلی اگر صحبت بکنیم اجازه بدین که موضع وزارت اطلاعات فرهنگ صحبت بکنیم در موردش. در قسمتی که وزارت اطلاعات فرهنگ در نسخه بازنگری شده قانون حق دسترسی نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات که در او کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک کمیسیون مستقل با تشکیل مستقل و بودجه مستقل به رسمیت شناخته شده، ما نه تنها که ایرا در این مورد ما معذرت میخوایم نگاه منفی نداریم، بلکه از این مسئله بسیار استقبال میکنیم تا ای که از طریق نافذ شدن این قانون و تطبیق شدن این قانون
مردم به حق اساسیشون که به دسترسی به اطلاعات از خوبتر دسترسی پیدا بکنن و کمیسیون بتونه با استقلالیت تمام برنامه های خود را مطابق قانون عملی بکنه و ما در قسمت همکار کمیسیون هستیم. در قسمت تطبیق نسخه های قبلی قانون، یعنی حداقل در همین مورد وقتی که به عنوان یک اداره مستقل پذیرفته شده و که با یک بودجه مستقل، چرا بودجه در اختیارشون قرار داده نشده به وقت و زمانش؟ اما قسمی که جناب کروخیر صاحب اشاره کردن، این در مرحله طی مراحل است، هنوز امیدوار هستیم به آینده بسیار نزدیک توشیح شود و بعد از اینکه توشیح میشه مطابق قانون تشکیل برش اختصاص داده شود و بودجه مستقل اختصاص داده و بعد ببینیم که کارکرد کمیسیون برویت نسخه تعدیل شده چگونه خواهد بود. و در این قسمت من یقین دارم که از نهادهای همکار، نهادهای صنفی، مدافع حقوق، خبرنگارا، استادان اینجا هستند و ما از مدرس وزارت اطلاعات فرهنگ در کنار کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یک همکار در کنارشان هستیم که همه ما مشترکاً بتوانیم مفاد قانون را تطبیق کنیم. اما در خدمت محدودیت ها و موضوعاتی که در بحث دسترسی به اطلاعات در افغانستان وجود داره، برای معلومات جناب شما و همکارا و بینندگان شما باید صحبت بکنم که اخیراً وزارت اطلاعات فرهنگ در قالب تعهدی که به کمیته یا سکرتریت مشارکت دولتداری باز افغانستان داره، قرار شده که ما تا طی 18 ماه آینده 60 اداره دولتی در افغانستان را مورد ارزیابی قرار بدیم که آیا مراجع مسئول، که بیشتر جناب کروخیل صدا اشاره کرده، مراجع مسئول اطلاع دهی یا واحدهای اطلاع دهی در این ادارات ایجاد شده و اگر ایجاد شده با چه کم و کان ایجاد شده و به لحاظ کیفیت و به لحاظ کیفی چی قدر یاد دانستن که بحث فراهم کردن قناعت مشتری یا مراجع کننده یا متقاضی اطلاعات را فراهم بکنه و این شما میفهمین که و به اساس همی ارزیابی مسئولینی که کوتاهی کرده باشه برخورد وزارت اطلاعات فرهنگ با اونا چیست؟ قطعا اینجا ما یک تنها وجه حمایتی داره این مسئله، برخورد جزایی و این مسائل هیچ مد نظر نیست. ما میخواییم را بگیم که بعد این مراحلی داره. تعهد ما این است که تا 18 ماه حداقل ما ارزیابی بکنیم که همی تحلیل وضعیت شود، صورت موضوع به ما معلوم شود که ادارات در افغانستان در مسئله بحث حق دسترسی به اطلاعات و دادن اطلاعات چی ابتکار به خرج دادن، کدام ادارات را ایجاد کرده این واحد را در اداراتشان و اگر ایجاد کرده آیا معلومات دستبندی شده وجود داره، آیا معلومات محرم و غیر محرم تفکیک شده، آیا معلومات و اطلاعات مورد نظر در او اداره دیجیتالایز شده یا کامپیوتری شده که بتونه بسیار به سهولت و سایر شاخص هایی را که ما تعیین کردیم تعریف کردیم. و ما در این قسمت از دو ماه به این طرف با همکاری کمیسیون محترم نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات جلسات پیگیری را در وزارت اطلاعات فرهنگ داشتیم و عملا یک فرم یا یک در واقع یک چکلیست مشخصی را به خاطر ارزیابی با توافق هر دو جانب تهیه کردیم و ما امیدوار هستم که بعد از اینکه ما ارزیابی میکنیم و وضعیت موجود در ادارات معلوم میشه، ما مرحله بعدی ارتقای ظرفیت و توجه به ارتقای ظرفیت امو واحدها هست و بعد از اون ما به تدریج بریم به طرف از اینکه مراجع مسئول اطلاع دهی را در 60 اداره افغانستان به تدریج ایجاد بکنیم که بتونن از این طریق ما بتونیم که روند دریافت معلومات را به سادگی تسهیل بکنیم و مردم به حق اساسیشان برسند. تشکر. آقای خلوتگر، مواردی را که پیشتر شما اشاره کردین در گزارش خبرنگاران بیمرز هم اشاره شده که حداقل بر اساس نهایی شدن همین نسخه های تقنینی بوده که حداقل دو پله افغانستان در این گزارش صعود داشته، اما در کنار ازی هم در این گزارش گفته میشه که هنوز هم افغانستان یک کشور مرگبار برای خبرنگاران و رسانه ها است. چرا؟ بله، اون چیزایی که من خدمت عرض کردم، این روی سفید سکه وضعیت آزادی بیان در افغانستان و وضعیت رسانه ها در افغانستان بود. طرف دیگه ازی، بله، هنوز هم افغانستان از جمله ده کشور خطرناک برای روزنامه نگاران است. مشکل اساسی من فکر میکنم حضور نیروهای اجتماعی جنگ طلب جنایتکار مثل طالبان، مثل داعش، مثل نیروهایی که وابسته است به اینا، شبکه القاعده، و ترس از اینا و وحشت از اینا، از این که رسانه های افغانستان ده حدی رسیدند که میتونن چهره اصلی این نیروها را
برای مردم افغانستان، برای شهروندان افغانستان افشا بسازن و اینا به این خاطر واکنش نشان میتن و همیشه عملات خونباری را ما شاهد بودیم که علی رسانه انجام دادن. مهمترین مسئله و مثال مسئله کندوز و آنچه که در دانشگاه کندوز اتفاق افتاده بود و پس از او حمله بالای یکی از تلویزیون های خصوصی، بالای موتر عامل یکی از تلویزیون های خصوصی بود. مسئله دیگه اما از طرف دیگه اگر قضیه را ببینیم، حکومت افغانستان به عنوان نهادی که باید و به صورت حتمی تامین امنیت تمام شهروندان را به صورت کل و به صورت ویژه کارمندان خدمات عامه و خبرنگارا را اونا مسئولیت دارن و از وظایف اصلیشان است، در این وظیفه حکومت افغانستان همیشه متاسفانه حداقل در قبال خبرنگارا ناکام بوده. اما موارد را که آقای خلوتگر شما اشاره کردین، حداقل این خشونت ها تنها از طرف گروه های مخالف اعمال نشده بالای خبرنگارا، بر اساس گزارش هایی که شما داشتین، بر اساس گزارش هایی که کمیته مسئولیت خبرنگارا داشت، اکثر این موارد از طرف مقامات حکومتی هم بالای خبرنگارا اعمال شده. من میخوام خدمت عرض بکنم که وقتی از خونبارترین وضعیت رسانه‌ای در افغانستان صحبت میکنیم، قطعا ذهن ما و فکر ما به کشته شدن خبرنگاران متمرکز میشه که ما در سال گذشته از حوالی 20 خبرنگار وقتی شاید از دست رفتن از اونا بودیم، در مجموع یا طالبان یا داعش یا شبکه اقانی یا افراد مسلح نامعلوم اونا را کشتن. یعنی در قسمت کشتن از اینا حکومت افغانستان دخیل نبوده. اما وقتی میایم از مسئولیت حکومت افغانستان صحبت میکنیم، مسئولیت حکومت افغانستان در قبال تامین امنیت خبرنگاران چگونگی برخورد با خبرنگاران هم هست. بله، ما بیشتر از 16 مورد دستگیری خبرنگاران را شاهدش بودیم و 100% حکومت افغانستان در قبال در عقب قضایا بوده. وقتی ما از ضرب و شتم خبرنگاران صحبت میکنیم، حکومت افغانستان قسمت اعظم این ضرب و شتم را متاسفانه فایلینش از نهاد حکومت افغانستان بوده. همین رقم وقتی از اهانت، خشونت های لفظی و حتی تهدید به مرگ صحبت میکنیم، در موارد در عقب قضایا حکومت افغانستان بوده. بی‌مسئولیتی حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی در قبال تامین امنیت خبرنگاران و چگونگی برخورد قانونی با خبرنگاران یکی از دلایل دیگه ای است که ما میتونیم بگوییم باعث شده که افغانستان از جمله 10 کشور خطرناک بر خبرنگارا معرفی شود. خب ناامنی در کل کشور و گسترش ناامنی در سراسر افغانستان امروز متاسفانه دلیل دیگه ای است که به باور ما باعث شده که افغانستان به عنوان یک کشور خشونتبار معرفی شود. یک چیزی که میخوایم اضافه بکنم او است که یک کشور خشونتبار بر خبرنگارا. میخوایم اضافه بکنم که ما از بررسی قضایای خشونت علیه روزنامه‌نگاران صحبت کردیم. ای به عنوان یک مسئله بسیار مهم بر حکومت وحدت ملی، یک دستاورد بسیار مهم بر حکومت وحدت ملی میتونه حساب شود. ولی یاد ما باشه که در میان کسانی که دوسیه هایشان بررسی شده و کسایی که به عنوان عاملین خشونت علیه روزنامه نگاران یا پای محکمه رفتن یا آخر روز به زندان رفتن یا حتی یک نفر قصاص شد، هیچ فردی در میان از اینا از افراد کارکن حکومت افغانستان نبوده. به عباره دیگه حکومت افغانستان حداقل در راستای بررسی قضای خشونت علیه خبرنگاران هیچ عامل دولتی را هنوز محاکمه نکرده که خودش نشان میده که به نحو قانون فرار یا به اسلام فرهنگ فرار از قانون داره حداقل در گستره افراد حکومتی در قبال خشونت علیه خبرنگاران رایج میشه. این مهمترین مسئله دیگه است که باعث خونبار شدن وضعیت خبرنگارا در افغانستان میتونه حساب. تشکر. پرسش اساسی هم همینجاست که چرا مقامات حکومت وحدت ملی به خاطر جلوگیری از اعمال خشونت از طرف مقامات حکومتی اقدامات را نمی کنند، با وجود این که پیشتر هم اشاره شد که یک نسخه تقنینی در مورد مسئولیت خبرنگارا امضا شده و نهایی شده، اما هیچ گونه کار عملی که ما دیده باشیم، شکلی که آقای خلوتگر گفت که یک کس محاکمه شده باشه و او نشان بده که شخص دولتی است یا مقام دولتی است، ما نیستیم. مشکل اساسی این است که منصوبین حکومتی در افغانستان اکثراً از درک کیفیت کاری خبرنگاران و روزنامه‌نگاران عاجز هستند. به همین خاطر اکثراً مرتکب خشونت میشند. برخی از موارد
حتی قوانین نافذ افغانستان در اطلاع ندارن. و ما حده که مثلا خبرنگاران کمتر قوانین مرتبط به رسانه ها را مطالعه میکنن، حکومت و افراد حکومتی به مراتب بیشتر از اینا ناآگاه هستند از قوانین نافذ، به ویژه مثلا قانون دسترسی به اطلاعات یا قانون رسانه همگانی. مشکل کار دیگه ای است که منصوبین امنیتی که عمدتا مرتکب خشونت میشن در برابر خبرنگاران، حالا از پلیس یا امنیت ملی یا هم اردو، اینا فکر میکنند که خبرنگاران افراد مزاحمی هستند که اینا را در این عملیات جنگی مزاحمت میکنند. به همین خاطر خبرنگار در پی کسب معلومات و اطلاعات است به خاطر رساندنش به مردم افغانستان، و عسکر و صاحب منصب و افسر نظامی در صدد این است که چگونه با دشمن مقابله کنه. یک موردی است که عمدتا خشونت های اتفاق میفته و با وجود تلاش های متواتری که صورت گرفته، تا هنوز چگونگی برخورد با رسانه ها و استفاده از رسانه ها را در نصاب تعلیمی پلیس و اردو نمیبینیم. وی سبب شده که تا هنوز مثلا افسران بسیار بلند رتبه ندارن که مسئولیت دارن در برابر خبرنگاران که اطلاع رسانی کنن بر خبرنگاران، نه که مانع دسترسیشان به اطلاعات شوند. از جانب دیگر چون رسانه ها یک سکتور بیشتر سکتور شامل سکتور خصوصی هستند و نهادهای حکومتی نیستند، برخی از افراد حکومتی فکر میکنند که خب اینا خب مربوط حکومت نیستن، مربوط دولت نیستن، آزاد هستند که هرچی بر سرشان میایه مشکل نیست، در حالی که به هیچ وجه اوتو نیست. مسئول تامین امنیت خبرنگاران، مسئول اطلاع رسانی بر رسانه ها و خبرنگاران، مسئول تطبیق قوانین حکومت است و حکومت باید مسئولیت خودش را درک کنه. و از جانب دیگه نوع نگاه خصمانه هم از برخی از منصوبان حکومتی بلند رتبه نسبت به رسانه ها وجود داره. رسانه ها رسانه های آزاد، یکی از خصیصه هایشان نقد حکومت هاست، و این نقد گاه گاهی تعبیر میشه به مسائل شخصی، گاهی هم فکر میکنن که اصلا نیاز نبود، چه نیاز است که اینا در این وضعیت بحرانی که افغانستان است میان مثلا برنامه های انکشافی حکومت را نقد میکنن یا عملکرد منصوبان بلند پایه حکومتی را به محک میزنن. و این سبب شده که نگاهشان به این باشه که رسانه های آزاد را ظاهرا یک امر بسیار مستحسن است از نظرشان، در مجامع بین‌المللی افتخار میکنن سر توسعه رسانه ای در افغانستان، اما در حلقات خرد و کوچک که خودشان دارن فکر میکنن و گاهگاهی هم گفته میشه که رسانه همیشه مشکل ایجاد میکنن، بحران آفرینی میکنن و سبب شدت بحران و گسترش بحران میشوند. تا هنوز ما، این منظور روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و حکومت، روی یک پلتفرم مشترک با وجود کمیته مشترک هنوز به سطح کل به توافق نرسیدیم. حالا ما در کمیته مشترک کارهای بسیار خوب را انجام دادیم و انجام میده. حکومت رئیسش هم معاون دوم رئیس جمهور است، یک فرد عالی رتبه حکومت است که طبیعی است از نظر پروتکل یک سطح عالی است همین کمیته. اما این کمیته و فیصلهایش، مثلا فکر کنید در یک ولسوالی دوردست مانند شرن بسیار محسوس نیست. چرا اوج ولسوال و قمندان امنیه درکه که مثلا کمیته مشترک در کابل داره این درک ندارند، و اوج پادشاه منطقه هم این مسئولین گانه های محلی هستند در محلات و بلایات. پس این کوتاهی را چگونه میشه که رفع کنند؟ این کوتاهی دقیقا در مورد نیروهای امنیتی طرح سابق اکثر ما همی بود که می صاحب شامل نصاب تعلیمی پلیس و اردو شود، تدریس شود برشان که رسانه چیست، خبر چیست، گزارش چیست، خبرنگار چرا به محل حادثه میرسه، در حالی که مثلا مردم از یک محل حادثه تروریستی فرار میکنه خبرنگاران به اون محل میرسن مانند پلیس. اینا چرا هستن و کارشان چقدر مثمر است، چقدر خوب است که اینا باشن، اگر نباشن چقدر بد است، بازار شایع گرم میشه، دشمن میتونه از یک جو تبلیغاتی بسیار قوی استفاده کنه چون گزارشگری منصفانه و متوازن صورت نمیگیره. این باید شامل نصاب تعلیمی هر دو هر سه ارگان امنیتی شه. و از جانب دیگر حکومت به تمام واحدهای اداری و مسئولین حکومتی جدا دستور بده که در برخوردشان با رسانه ها متوجه این اصل باشند که مانند از اونا رسانه ها و خبرنگاران مسئولیت دارند به خاطر اطلاع رسانی، و احساس نکنند که یک نهادهای غیر حکومتی است یا مثلا سکتور خصوصی است، ما سکتور دولتی است. یک تصور غیر واقع بینانه هنوز هم هست. تشکر آقای
کروخیل. دو تا مورد اشاره شد، یکی که احتمالاً این وضعیت برگرفته از نبود آگاهی در میان مقامات است و یا اینکه یک نگاه خصمانه در برخی موارد در میان مقامات حکومتی وجود داره. دید شما نسبت به این دو مورد چی است؟ کدام یک بیشتر حکم فرماست؟ تر کما حدثی وست افغانی رسانه یا جورنالیستان تحقیقی گزارشونو خواته پاملرنه که یو دوی غواړي د تحقیقي گزارشونو لارې د پیسلا د کمستون جو خلاوې په نظام کې دی په چارواکو کې دی یاغه ولست وړاندې کې یو دی غوي مخه او هدف د سپغه کیس لارایسي په دغه برخه کې رښتیا هم د حکومت د خصمانه دری سوي رسنۍ یو ډول د ځان پیسلا هغه مزاحمت کوونکې ګڼي یا رقیب ګڼي. متاسفانه دغه فکر او دید د ځینو چارواکو سره شته، ځکه دوی داسې فکر کوي چې له کومې موضوع نه چې پرده پورته کوي دا د دوی حیثیت ته تاوان رسوي یا زیان رسوي. په داسې حال کې چې دا د رسنیو مسؤلیت ته که چیرې موږ ونسو دا فرصت او زمانه او دا امکانات ونه لرو سه په یو ځای کې سې نیمګړتیا وي او له هغه نه خپله حکومت او ولس خبر نه کړو نو اصلاح نه راځي. یعنی دې کې شک نشته چې ځینې چارواکي به داسې یي چې هغوی غواړي چې پوه شي چې په خپله په سیمه کې څه روان دي. رښتیا هم هغه برنامې چې په اصطلاح په لوړه سطحه ډیزاین کیږي پلان کیږي دا عملي کیږي که نه کیږي؟ هم تاسو ګورئ چې د په تیر یو نیم کال کې د خیالي مکتبونو د خیالي استادانو د خیالي پولیسو یعنی په هر شي کې دا خیالي شیان راووتل. که دغه تحقیقي ژورنالیستان نه وي که تحقیقي رسنۍ نه وي نو دا خلاوی نه راپیدا کیږي. یعنی فکر وکړئ چرا مقامات حکومتي در این زمینه اقدام نکردن؟ حداقل در موارد ما مشخصا مثال های زنده در داخل افغانستان داریم که نگاه های خصمانه برخی از مقامات به حد بوده که رسانه ها مجبور شدن خود سانسوری کنن. زه د دې لپاره دغه دوه درې مثالونه ته مثل اشاره وکړه. هدف مې دا و چې متاسفانه په دې نظام کې ځینې کسان چې هغوی سم کار نه کوي هغوی په دغه شیانو کې ښکېلي کله چې د هغوی ګټې په خطر کې لویږي نو هغوی طبیعي ده چې له ژورنالیست سره باید هغه برخورد یې خصمانه یا فشار راوړي تر څو هغه څه چې دوی نیمګړي خپلو د ولس حق خوړلی هغه ولس ته افشا نه شي نو دوی په رسنیو فشار هم راوړي خود سانسوري ته رسنۍ او ژورنالیستان هم په اصطلاح اړ کوي تر څو دغه هر څه له ملته پټ پاتې شي. اما یوه موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې خپله ژورنالیستان اوس هغه امکانات او هغه فرصت لري. خوشبختانه زموږ ډیری ژورنالیستان کله چې نیمګړتیا وي هغه په یو شکل نه په یو شکل خپل ولس او ملت سره شریکوي او یعنی یو بدلون راغلی. اما کله چې د ځینو چارواکو ګټې د خطر سره مخ سي نو هغوی خصمانه برخورد ته خپل ادامه ورکوي. تشکر. وزارت اطلاعات و فرهنگ موقفش در چنین مواردی که مشخصا معلوم شوه که یکی از مقامات حکومتی نگاه خصمانه در برابر خبرنگار و در برابر یک رسانه داشته و او رسانه را به حد هم مجبور ساخته باشه که خود سانسوری بکنه، برخورد شما چی بوده؟ بسیار خوب، صحبت های بسیار خوبی شد. می خواهیم بگویم که یک بخش از مسائل و مواردی که در پیوند به بدرفتاری ها و خشونت ها در برابر خبرنگارا در افغانستان شکل می گیره برخواسته از وضعیت عمومی امنیت در افغانستان است و از این جهت ناگزیر کسانی که در سنگر اطلاع رسانی مصروف فعالیت هستند و خبرنگاران مشخصا به خاطر بازتاب حقایق و به خاطر مکاشفه لایه‌های پنهان و حقایق و بازتاب از او و اطلاع رسانی برای مردم افغانستان طبعا در سطر ای تهدید قرار دارند. وضعیت بد ناامنی جان همه شهروندان افغانستان تهدید میکنه. خبرنگارا نه تنهایی که مستثنا نیستند بلکه در تیررس تهدید درجه اول ای تهدید قرار دارند. و از این جهت نفس اطلاع رسانی ایجاب میکنه که با تاسف و دریغ زیاد که مایه تاسف هم حکومت هم نهادهای مدافع حقوق خبرنگارا از این مسئله در سال گذشته
و همین اکنون هم ما وضعیت خوبی به لحاظ اطلاع رسانی و امنیت و مسئولیت خبرنگاران نداریم. اما در قسمت ای که اشاره شد که تا هنوز ما شاهد پیگرد مشخص کسانی که از آدرس حکومت در پرونده ها و دوسیه ها و قضایایی که برمیگرده به بحث خشونت در برابر خبرنگارا نبودیم، ما میخواهیم را برای معلومات بینندگان شما باید بگویم که کمیته مشترک مسئولیت و امنیت خبرنگارا که بیشتر از او یاد شد، یک الگو و یک نمونه بیمانند تنها منحصر به افغانستان است، از نوع خودش ویژه است بر افغانستان. هدف از ایجاد این کمیته هم این بوده که نهادهای صنفی مدافع حقوق خبرنگارا در برابر مقامات ارشد حکومتی در یک میز با هم بشینند، از آدرس به نمایندگی از جامعه رسانه‌ای مشکلات خانواده رسانه و اصحاب رسانه را به شکل مستقیم با مقامات ارشد حکومتی مطرح بکنند. اونجا مسئولین امنیتی هست، در راستش معاون دوم ریاست جمهوری هست. و در یک سال گذشته حداقل اگر مسئله دستاورد این کمیته باشه، 700 پرونده خشونت و بدرفتاری و قتل خبرنگارا در از آدرس همین کمیته برای اولین بار بررسی شده. پس منظور اگر مواردی را که در قالب ملاحظه مطرح میشه، نهادهای صنفی حقوق خبرنگارا اونجا عضویت دارن، خودشان باید در جلسات که وجود داره و به شکل مداوم برگزار میشه اعتراض بکنن و این مقامات حکومتی را به نحوی ملزم به پاسخگویی بکنن. این را به خاطر این مطرح کردم که بینندگان شما باید بفهمند که روحی کاری در کمیته مشترک بسیار دموکراتیک است. یعنی دوستان ما و همکاران ما که اینجا هستن، همیشان از به نمایندگی از نهادهای صنفی همیشه در جلسات مستقیما موضوعات مطرح میکنن، بحث میشه و رسیدگی میشه. و از این جهت اگر ناکارآمدی هم هست و ملاحظه هم هست، متوجه هر دو جانب میشه. در واقع بهتر است بگوییم که ما در مسئله آزادی بیان، حمایت از رسانه ها دو موضوع نداریم. موضوع حکومت و غیر حکومت نداریم. ما یک موضوع واحد هستیم همه ما به خاطر رفع این مسائل. در قسمت برچیدن این مسائل ما حداقل که چند مورد اشاره میکنم که وزارت اطلاعات فرهنگ چی کارهایی کرده. گزارش های زیادی وجود داشت که برخی از مواردی که در او بدرفتاری، ما شاهد بدرفتاری علیه خبرنگارا بودیم، برخواسته از برخورد پلیس بودن. او هم در حالتهای بسیار استثنایی و در حالتهایی که وضعیت بسیار آشفته است. و ما به خاطر رفع از این مسئله با نهادهای همکار مدافع حقوق خبرنگارا بارها جلسه کردیم و از آدرس کمیته مشترک مطرح شد به ریاست معین امور نشرات جلسات زیادی دایر شد که در او ما بتانیم که یک رهنمودی را که هم بتانم مسئولیت ها و مکلفیت ها و حقوق جانب نهادهای خبری را، در واقع مؤسسات رسانه‌ای را تعریف بکنه، و هم مکلفیت ها و تکلیف پلیس را به عنوان یک نهادی که مسئولیت تامین امنیت جسمی تمام افراد به شمول خبرنگاران را داره، این باید تعریف شود. ما جلسات بسیار خوبی داشتیم، جلسات با دستاورد داشتیم. این نسخه رهنمود پوشش رویدادهای تروریستی از آدرس ما و نهادهای صنفی نهایی شد و به خاطر از اینکه ما همیشه در روند قانونگذاری میخواهیم جانب آزادی و جانب اشتراکی بودن این مسئله را حفظ بکنیم و رعایت بکنیم، به خاطر بازنگری میخواهیم عرض خود را تکمیل بکنیم، به خاطر اینکه این غرامند شود و با اصحاب رسانه و با مسئولین ارشد رسانه، مشخصا خبرنگاران ارشدی که در رسانه های آزاد کار میکنن و تجربه کافی از وضعیت عملی کار خبری دارن، با او شریک بکنیم و در مرحله است که او هم دیدگاه خود بتن. مسئله دوم مثلا ایجاد مراکز حمایت بود که جناب تویدی صاحب اشاره کردن، ایجاد چیزی شبیه خانه های امن است که ما روش کار میکنیم در سطح ولایات در واقع گسترش پیدا بکنه. و ما حداقل از آدرس خود ما در هماهنگی با نهادهای صنفی این اقدامات را از این جهت که ما هم نگرانی داریم نسبت به وضعیت بدی که خبرنگاران ما و جامعه اطلاع رسانی افغانستان در او قرار داره، از این آدرس اقدامات انجام دادیم و ما امیدوار هستیم که ما در مجموع با برقراری صلح در افغانستان بتانیم در زمینه های مختلف، مشخصا در قسمت پایین آمدن میزان تهدیدات علیه خبرنگارا، شاهد یک وضعیت مطلوب باشیم و به می امید. تشکر آقای خلوتگر. میخواهیم که بحث نتیجه گیری از شما آغاز بکنم. با مواردی که اشاره شد، در مورد دستاوردها گفته شد، در مورد چالش ها هم گفته شد،
حال اگر یک بررسی داشته باشین که بالاخره ما به کجا روان هستیم در قسمت کار خبرنگاری، حداقل بر اساس گزارش هایی که وجود داره شمار تلفاتی که ما در سال 2017 البته در نیمه سال 2017 داشتیم در برابر است با 16 سال کار خبرنگاری در افغانستان. یعنی حال ما با کجا روان هستیم؟ تشکر. ما فقط یک دو جمله خدمت آقای راستین میخوایم عرض بکنم. اویی که یک مثال که حکومت و افراد حکومتی حاضر و پاسخگویی نیستن است که تعدادی از محافظین جناب رئیس جمهور که به نام پلیس ویژه رئیس جمهور از اونا یاد نام برده میشه، تعداد از خبرنگاران را مورد خشونت قرار دادن، از جمله یک بانو را در ولایت کابل. بعد در کمیته مشترک مسئله مطرح شد و بیشتر از 4 ماه میگذره، هنوز هم مسئول پلیس محافظت پلیس ویژه محافظت رئیس جمهور حاضر نیست با این کمیته، با این کمیته که در رأسش معاون رئیس جمهور است پاسخگو باشه. به این خاطر این مسائل اینطور نیست که تنها در بحث های تلویزیونی یا بحث های رسانه ای مطرح شود، در کمیته هم مطرح میشه. اما در کل ما که باور ما ایست که یک اراده بسیار کامل در تمام سطوح، شاید در وزارت اطلاعات فرهنگ، در معینیت نشراتی اراده برای کمک بر رسانه وجود داشته باشه، شاید نه که یقینی، یا مثلا در خود پیش خود آقای رئیس جمهور یا پیش خود آقای رئیس اجرائیه حمایت از خبرنگارا یک اصل باشه، ولی در لایه‌های مختلف حکومت اینمی حمایت را شما دیده نمیتونید. یک جنرال که یادگروال که مسئول، من نمیفهم، جنرال یادگروال که مسئول پلیس ویژه حفاظت رئیس جمهور است، معاون رئیس جمهور 4 جلسه 4 بار است برای نهاد ریاست جمهوری رسما نوشته میکنن که باید بیا و برای همین کمیته مشترک پاسخ بگویه، اما هیچگاه تا امروز پس از بیشتر از 4 ماه حاضر نشدن اینا که پاسخ گو باشن. به هر حال چشمانداز ما از آینده رسانه ها ایست که قطعا هر روز بیشتر از روز پیش رسانه ها وضعیتشان از دید کاری و حرفه‌ای بودن بهتر میشه. ما اگر ببینیم که خبرنگارای ما در سال 2009 یا 2004 مثلا انتخابات چگونه پوشش دادن، ولی امروز که نو ثبت نام شروع شده بر رای دهنده ها چگونه این فرایند پوشش میتن، ما شاهد یک رشد بسیار کلان کیفی هستیم و این رشد قطعا بر آینده هم ادامه خواهد داشت. از طرف دیگه ما شاهد اصلا کوچک شدن ولی قوی شدن رسانه های ما هستیم. کمک های مالی بر رسانه ها کمتر میشه، رسانه ها تعدادش بسته میشن، فعالیت هایشان را متوقف می سازن، اما از طرف دیگه رسانه های ما دارن بسیار قوی میشن. یعنی در آینده شاید رسانه های کوچکتر یا جامعه رسانه های کوچکتر ولی قوی تر خواهیم بود. ولی از طرف دیگه هنوز که ما 2-3 ماهی از سال جدید ایسایی را پشت سر نگذاشتاندیم، اولوش 40 مورد خشونت داریم، در حالی که مثلا در سال 1383 ما در طول سال 33 مورد خشونت داشتیم. ایره نشان میده که کار اگر حرفه‌ای تر شده میره، به هر حال چالش‌هایش بیشتر میشه و تعداد رسانه ها با توجه به موزل مالی که وجود داره و کم شدن حمایت های مالی از طرف نهادهای بین المللی، من فکر میکنم از نظر تعداد ما شاید کاهش رسانه ها شده. خواهی توحیدی، میخوایم پیش بینی شما را هم از وضعیت رسانه ها و خبرنگارا داشته. دقیقا آنچه که گفته شد، در کنار از اینکه رسانه های حرفه ای میشن و ما شاهد حضور یک طیف کلان از جوانان دختر پسر با تحصیلات عالی با آگاهی کامل از وضعیت اطلاع رسانی در جهان هستیم که وارد رسانه های افغانستان شدند، اما دو مشکل جدا وجود داره. این دو مشکل، یکیش مشکل امنیتی است که اگر من تو حساب کنم که سال 2001 تا سال 2010 آماری که ما داشتیم به صورت اوسط سالانه 3 خبرنگار ما از دست میدادیم، اما شما شاهد هستیم در سال گذشته میلادی سال 2017 در حدود بیش از 20 خبرنگار کشته شد. معنیش این است که ما با چالش جدی امنیتی مواجه هستیم. و چالش دیگه هم چالش مالی است.
که با کم شدن کمک های کشورهای کمک کننده به افغانستان کار رسانه از نظر مالی هم با مشکلات جدی مواجه است، خصوصا این مشکلات جدی شامل حال خبرگزاری ها و رسانه های چاپی شده. اما تا سال 2024 باور من این است که با مشکلات امنیتی و مالی گرفتار خواهد بودیم، اما با فروکش کردن مسائل امنیتی شاید از نظر کمی یک نوع چیز ما شاید باشیم، یک نوع نزول را، اما از نظر کیفی ما در حال صعود خواهیم بود و در حال صعود هستیم. این منظور می است که آهسته آهسته آزادی بیان بر اولین بار به صورت درستش در تاریخ مستثنا از دهه دموکراسی در زمان ما است، سال 2001 به این سو که به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بین لایه های مختلف جامعه شناخته شده. امروز شما هر کسی را در افغانستان که میبینین به نحوی از آنها با آزادی بیان خو کردن و آزادی بیان را پذیرفتن و آزادی بیان را مستحسن میدانن. معنیش این است که کار بسیار خوب انجام شده برخلاف بسیاری از سکتورهای دیگر. تشکر آقای کروخیل. با موارد را که دوستا اشاره کردن، کارهایی که صورت گرفته، فکر میکنین چه کارهای دیگی به عنوان کار خانگی برای حکومت افغانستان، برای خبرنگارا و برای نهادهای صنفی خبرنگاری وجود داره که به خاطر تقویت هرچی بیشتر آزادی بیان انجام شود؟ دلته من غډیر که بحث دا وکسه خوشبختانه د افغانستان موجوده حکومت په تیرو دریو کلونو کې د قوانینو په تعدیل، د نوې حکومتونو په ورکولو باندې، د یو میکانیزم پر ورکولو باندې دوی تقریبا د چوکاټ تکمیل شوی. د موږ توقع د حکومت نه دا ده چې اوس دغه چوکاټ په عمل کې پلی کړي او په هغې باندې عمل وکړي، یعنې که هغه د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې د هغه که دغه کمیټې چې کومه د ژورنالیستانو د مسؤلیت لپاره جوړ شوي، که د دغه په برخه کې ده، دا باید که ښه قوانین دي دا باید عملي شي. یعنې زموږ اوله غوښتنه له حکومت نه دا ده که دا چیرې عملي شي نو دا د ژورنالیستانو د رسنیو په ژوند کې یو ښه بدلون راوستلی شي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ او ژورنالیستان باید په دغه حساسو شرایطو کې دوی باید هغه خودسنسوري ته غاړه کښېنه دي، دوی باید خپلو تحقیقي ګزارشونو ته، دوی باید ځینې داسې ګزارشونو ته چې هغه په ټولنه کې بدلون راولي، تغییر راولي او ولس تر شا ودري. یعنی موفقیت گزارش های تحقیقی در صورتی که قانون دسترسی به اطلاعات عملی نشه فکر میکنین امکان پذیر خواهد بود؟ مخکې ویلی چې دا قانون اوس تعدیل شوی، په اصطلاح هغه حقوقي چوکاټ تکمیل شوی، هغه میکانیزم د دې لپاره جوړ شوی، اوس د ژورنالیستانو لپاره هم پکار ده که دوی رښتیا غواړي چې د ولس محبوبیت ولري او ځینې داسې ګزارشونه خپاره کړي چې هغه ګزارشونه حکومت مجبور کړي چې دغه اصلاحات راولي، نو دوی به د ولس ملاتړ ځان سره ولري. اخري خبره چې کوم هغه دا ده چې دې کې شک نشته چې د افغانستان موجوده امنیتي وضعیت کیدای شي د ژورنالیستانو لپاره ستونزې راولاړې کړي، اما حکومت باید دغه برخه کې خپل هم جدي پاملرنه وکړي. تشکر آقای راستین. مشخصا میخوایم صحبت شما را در مورد آنچه که آقای خلوتگر اشاره کردن در همو مورد داشته باشم. ما میخوایم که به اضافه از اون که دو مورد صراحت بتونم، یک وقت ما میگیم که موضوع حکومت در یا دخالت حکومت در پرونده های قتل و خشونت و بدرفتاری، ای را میخوایم این قسمی وضاحت بتونم که افرادی که در حکومت کار میکنند، چون افراد با سلیقه های مختلف هم در حکومت هم در سکتور خصوصی کار میکنند و خوشبختانه در هیچ یک از نسخه های تقنینی در افغانستان ای سلایق حمایت قانونی و مشروعیت ندارن از حکومت، پس بنابراین افراد ممکن است گاهی متوسل به بدرفتاری علیه خبرنگارا شود. حداقل صحبت اینجا بود که پلیس ویژه رئیس جمهور به همین کمیته حاضر نشده، دلایلش چی بود؟ من از آدرس خودم تنها گفتم میتونم که از طریق معینت نشرات که معین صاحب نشرات خودی در جلسات حضور پیدا میکنه، در جلسه آینده امیر با تکرار به عنوان یک بحث در آجندا بگیرن و پیگیری شوند. ولی میخوایم در قسمت موضوع دیگر که میخوایم وضاحت بتونم است که وقتی ما در مورد مسئولیت گپ میزنیم، بحث مسئولیت یک بحث بسیار گسترده است، تنها مسئولیت جسمی خبرنگارا باید مطرح نظر نباشه، که از آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ نگرانی ما است که ما باید مشترکاً هم نهادهای مدافع و خبرنگارا، هم خود رسانه ها و کارمندان رسانه ای، هم وزارت اطلاعات فرهنگ از آدرس حکومت مجموعاً باید به خاطر مسئولیت شغلی خبرنگارا هم کارهایی را انجام بدیم که هم به لحاظ کیفی
روی ماهیت و محتوای نشراتی تاثیرگذار باشه، هم مسئولیت شغلی خبرنگار همینجا در قسمت نگرانی که جناب توحیدی سوی مطرح کرد، نگرانی مالی ای پذیرفتنی هست، اما ما دیتابیس وزارت اطلاعات فرهنگ ایران نشان میده که وضعیت سقوط و ایجاد رسانه ها در یک حالت نوسان برابر است خوشبختانه، یعنی به مو تعداد رسانه هایی که لغو میشن جوازشان به دلایل مختلف از جمله مسائل مالی، یک تعداد دیگه دوباره پس میآیند. ولی در این قسمت کاری که ما کردیم، به اجازه شما میخوام ذکر بکنم که به همکاری نهادها تمام جرایم مالیاتی رسانه ها معافیت پیدا کرد و پرداخت اصل مالیات در اقساط هفتگانه مطرح شد که یک کمک کلان بر رسانه تشکر. هاست و امیدوار است و ما مشترکاً همه ما بتانیم که در این قسمت توفیقات خوبی دیگه هم داشته باشیم. سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده برنامه دیدگاه بودن. تا برنامه بعد، الله نگهدار.